لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على خاتم الأوصياء سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر اکرم فرمود اوصیاء من 12 نفرند و همه از قریشند. این موضوع بعد هم خود پیامبر فرمود که بالاخره ولو اینکه تا دنیا با آخر نرسیده و قیامت نشود، حتماً یکی از فرزندان من و وصی 12 من خارج خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد فرمود پس از اینکه جور و ظلم تمام جهان را فرا گرفته باشد. از نظر ما شیعه هم روایات در حد تواتر و بعد همانطور که فرمودند در روایات ما جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و حضرت عیسی علیه السلام هم از آسمان میاد و به ایشون اقتدا میکنه و حکومت ولی عصر جهانی و بس و همگانی پیدا خواهد کرد و بعد هم به حسب بعض از روایات مقر خلافت و حکومت خودش را هم شهر کوفه و نجف قرار خواهد داد. اون چه که از نظر ما شیعه مسلم و قطعی است اینکه حضرت در زمان ما حیند و حاضرند و ناظر اعمال همه مردم مخصوصا شیعیانشون هستند و اساسا جهان به برکت وجود اوست که باقی میمانه. و الا در روایات ما هست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نماشه جهان مردم را فرو خواهد گرفت، زمین تارو خواهد برد و دیگه فیض از ناحیه حق متعال به برکت امام زمان بر جهان سرازیر میشه. در عصر غیبت وظائفی را که برای مردم معین شده است نوشتن بزرگان، حتی تا مقداری را هم مرحوم آیاش خباس قمی قدس الله نفسه در جلد دوم منتهى الآمال نوشته که در عصر غیبت وظیفه مردم چی نسبت به امام زمان، و خود ایشون هم زیاد تأکید فرموده که مردم اولا توجه داشته باشند که نامه های عمل اونها به دست ما میرسه و اگر خدای نخواسته در اعمالشون مرتکب خلاف بشن، برای ما موجب برای حزن و اندوه خواهد شد و به عکسش اگر اعمال خیر داشته باشن ما را خوشحال خواهد کرد. و مسلم است که خود ایشون هم تأکید فرمودند که مردم دعا برای فرج ولی عصر زیاد کنند. اما یادمون نباید بره که تحمل حکومت حضرت مهدی کار آسانی نیست، زیرا حضرت مهدی برخلاف اون چرا که در دستورهای سابق دین بوده که احکام را بر اساس ظاهر اجرا می کردن، پیغمبرم فرمود انما اعضی بینکم بالبینات والایمان، به حسب برخی از روایات که امام عصر ارواح نافدا بر حسب واقعیت ها و آنچه که واقع است به حسب واقع او را در حقیقت اجرا خواهد کرد و به ظواهر حرفها نظری نمی کنه. اگر بنا به این باشه، خب پر واضحه که تحمل چنین حکومتی که امام زمان از واقعیت‌های کار افراد خبر داره بسیار کار سخت و مشکلیه.
و مدعیان انتظار که ما منتظریم حضرت بزرگ تشریف بیارن، این مدعیان زیادن، اما اگر بنا باشه که اونطوری که برمیاد واقعا برای از خواسته باشه حکومت حقه واقعی را در جهان اجرا کنه، مسلمی که صالحان واقعی میتونن اون حکومت را تحمل کنن. اگر خدای نخواسته ماها به صدها گناه آلوده باشیم و توقع داشته باشیم که وقتی ولی از تشریف میاره ما هم جز یاران حضرت باشیم و به امام زمان به ما عنایت یک یاور خودش را داشته باشه، این توهم ظاهرا غلطه، بلکه ما باید خودمون را به راستی اصلاح کنیم تا بتوانیم اون حکومت را تحمل کنیم. و این هم که در روایات ما وارد شده افضل اعمال انتظار فرجه، بازگشتش به اینه که منتظر واقعی اون کسی است که خودش را اصلاح کرده باشه تا اینکه بتوانه حکومت ولی عهد را تحمل کنه، نه اینکه ما بشینیم و بگیم ما منتظریم و از خدا هم بخواییم و ما کارمون شب و روز خدای نخواسته معصیت و گناه باشه. چون اگر اینطور باشه هیچ وقت امام زمان یک چنین افرادی را جد یاوران خودش قرار نخواهد داد. لذا واقعا منتظر واقعی باید اهل صلاح باشه و واقعا اهل عمل به دستورات شرع مقدس اسلام باشه، تا اینکه اگر در یاوران حضرت نباشه لااقل از افرادی باشه که بتوانه اون حکومت حق را تحمل کنه.